سلام، من مسیح علی‌نژادم و اینم آخرین برنامه سال 2018. شمه کریسمس چتیبیه؟ امه کریسمس اتیبیه. مازندرانی ها اینجوری سوسول بازی ندارنه، کریسمس اینجوری جشن میگیرن. دلم میخواد برنامه های آیندمون رو، یعنی سال بعد رو، وسط میدون آزادی براتون اجرا کنم. اصلا میدون آزادی پیشکش. دلم میخواد تبلت سال آینده رو یه ویژه نامه اساسی وسط خشت پلو تو دهات خودمون تو قومی کلا براتون اجرا کنم. با جمعی کرک و چینکا و میشکا و تشکله و تلا و می جانمار عقوز پلا و می آقا جان قرمزونده و می برور تازه بید بازلکا و می عطی برور تازه به دنیا بی امریکا و آخ امه برارزای دور. دلم میخواد برمگلی بایمه. دلم میخواد وسط خونه خودمون براتون برنامه اجرا بکنم. سالی پر از آغوش و آرامش و آزادی و امنیت و بغل و کشه و خش، لعنت به هر چی دلتنگی و دوری و جدایی. و اما در یک سالی که گذشت، ما با دوربین ما، اسلحه ما، حسابی دل خیلی‌ها رو لرزوندیم. خیلی‌ها که می‌خواستن ظلم کنن، ولی می‌دونستن یه دوربین دست شماست، یه دوربین دست ماست و ما با هم و در کنار هم قوی‌تریم، رسواشون می‌کنیم تا هر بار خواستن مرتکب ظلمی بشن، اینطوری دست و دلشون بلرزه. یه لحظه اگه این خونه رو خراب کردی اینا موبایل برن همشون فیلم میگیرن، فردا فیلم گرفتن، من نمیتونم دیگه دفاع بکنم. مسئله نژاد میذاره تو پیج شما که میدون، همه میدونن که برخی از آقایون از ظلم کردن و خونه خراب کردن اینقدی نمیترسن که از افشای ظلم و از رسوا شدن بیشتر میترسن. انگار ما تو تبلت توی سال گذشته یه هشتگ رو انداختیم به اسم دوربین ما اسلحه ما و از همه شما دعوت کردیم در برابر 40 سال خشونت سیستماتیک و موضوع حجاب اجباری که یکی از ستونها و پایه‌های اصلی نظام مقدس جمهوری اسلامیه. سامان الان بود میگفت اللهم صل علی محمد. سکوت نکنید و شما هم سکوت نکردید و با پویش پیاده روی بدون حجاب به جای اینکه منتظر تغییر شرایط باشید، خودتون شرایط رو اینطوری تغییر دادید. سلام مردم شکرت خانوم آقایان، طبقه پایین بفرمایید. آشنبای سفیده من مثل همیشه اومدم یاد روی خیلی مطالعه شنیدم، این اشکالی نداره. یکی از زنان چهارشنبه های سفید نوشته تا دیروز وقتی روسری از سرم می افتاد خیلی ها تو خیابون فکر میکردن من دارم گرا میدم یا چراغ سبز بهشون نشون میدم یا فوقش میومدن و به من تذکر میدادن که خواهرم شالت رو سرت کن. حالا اما وقتی تو خیابون بدون شال و حجاب را میرم خیلی ها میدونن که من دارم با یک قانون عقب مانده مبارزه میکنم. سلام هستی جانم، خوبی؟ ما دیگه چهارشنبه و روزایی دیگه نداره، هر روز دیگه راحت بی حجاب باز خودمون میریم میایم، کسی هم کاریمون داشته باشه جوابشو میدیم، ولی معمولا کسی هم کاری نداره، اصلا کسی هم توجهش اصلا جلب نمیشه تا بخواد کاری داشته باشه، واسه مردم هم عادیه. و اما گام بعدی زنان ایرانی چی بود؟ اینکه جلوی هر کسی که به نام قانون به خودش اجازه میده بره وسط خیابون جلوی زنی که حجاب نداره رو بگیره و توی کارش فضولی کنه بیستن و بهش بگن نام دیگر امر به معروف چیه؟ فضولی پر. منم جا کشور منه، دلم میخواد اینجا باشم، اینجا مال منه، کشور منه، تو ناراحتی برو، تو برو، آخوندا برن، چرا ما بریم؟ سعی توزی بره، برای چی ما باید بریم؟ من وطن فروش نیستم. همین رو یاد گرفتی دیگه، الان مشکل رو با سلوات میشه. چرا مرگ بر اسرائیل؟ مرگ بر دیکتاتور؟ مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر اسرائیل واسه چی؟ 20 سال هی میگی مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر جمهوری اسلامی. و اما گام بعدی، ما توی تبلت براتون داستان‌های زیادی گفتیم از زنانی که در برابر آزارهای جنسی میستن، چون مطلق گفتن فقط مختص ایران نیست، خیلی دیگه هم توی دنیا این تجربه دارن، ولی ما از شما دعوت کردیم در برابر مطلق‌های رکیک و کثیفی که میشنوید در برابر آزارهای جنسی به هیچ وجه سکوت نکنید. با یک دوربین که شده اسلحه در هر جایی که هستین میتونید جلوی آزارگر جنسی بایستید. یکی از زنان کمپین دوربین ما اسلحه ما نوشته تا دیروز این ما بودیم که با دیدن آلت‌های جنسی سرگردان تو خیابون فرار می‌کردیم، اما از امروز این آزارگرهای جنسی هستند که با دیدن دوربین ما فرار می‌کنن. زیبا نیست؟ افتاده دنبال ما.
چجوری فرار میکنه مسیح جون؟ یه موفقیت دیگه هم برای زنان ایرانی که در برابر آزارگران جنسی و متلک‌گویان همیشه در صحنه سکوت نکردن و یا حقشون رو گدایی نکردن برن دم این نماینده مجلس، دم اون نماینده دولت رو ببینن که تو رو خدا به ما کمک کن. خودشون به خودشون کمک کردن و با شجاعت فریاد زدن. موفقیتشون میدونین چیه؟ پلیسی که تا دیروز میگفت خودتو بپوشون تا باعث تحریک حضرات نشی و مورد تعرض قرار نگیری، حالا در برابر زنان کوتاه اومده که عقب نمونه. سردار حسین رحیمی، فرمانده نیروی انتظامی، در خصوص مزاحمین خیابونی میدونین چی گفته؟ گفته خودروهایی که هنجار شکنی میکنن، یعنی متلک پرانی میکنن یا آزار جنسی میرسونن، توقیف میشن. یعنی در قرن 21 ما تازه موفق شدیم که به حضرات حالی کنیم و به این نتیجه برسونیمشون که به جای گیر دادن به زنانی که حجاب سرشون نیست یا به قول خودشون بد حجاب هستن، برن به آقایونی گیر بدن که با آلت جنسیشون دنبال زنان را میافتن و متلک میگن و مزاحمشون میشن. حالا اعلام شد که ماشین‌های مزاحمان جنسی توقیف میشه. شما همچنان و کماکان یادتون باشه که اگر کسی بهتون در خیابون تعرض و دست درازی کرد، نگید من مقصرم حرف بزنم آبروم میره. نه، باید آبروی کسی بره که تعرض میکنه. 5 دقیقه 10 دقیقه با هم باشه. بعد چی میشه؟ فیلم داری میگیری؟ آره فیلم دارم میگیرم. آره خوبی. سلامت. تو زن بچه. تیپت معلومه. آره ریشای تو هم معلومه. گم شون وقت